آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد و خانم دبورا لیونز فرستاده ویژه این سازمان به افغانستان طی اظهاراتی به طور جداگانه عملیات تروریستی علیه مراکز آموزشی شیعیان که دو روز پیش در غرب کابل پایتخت افغانستان رخ داد را محکوم کردند. استفان دوجاری سخنگوی دبیر کل سازمان ملل با نقل این خبر در کنفرانسی خبری که در مقر اصلی این سازمان در نیویورک برگزار می‌شد گفت دبیر کل سازمان ملل حملات مرگبار علیه مدارس در کابل را محکوم کرده و به خانواده های داغ دیده کشته شدگان و زخمی های این عملیات تسلیت گفته و امیدوار است زخمی ها هرچه سریعتر بهبود یابند. وی افزود بر اساس قوانین بین المللی و بشردوستانه حملات علیه غیر نظامیان و زیرساخت‌های غیر نظامی و از جمله مدارس به طور کامل ممنوع است. خانم دبورا لیونز فرستاده ویژه سازمان ملل متحد هم طی اظهاراتی ضمن محکوم کردن این حملات بزدلانه و لزوم محاکمه و مجازات عادلانه مسئولان این جنایت ضد بشری علیه مدارس و کودکان دانش آموز تاکید کرد. روز گذشته نیز برخی مقام‌های آمریکایی و اروپایی حملات تروریستی علیه مراکز آموزشی شیعیان را محکوم کرده بودند. گفتنی است بر اثر انفجار تروریستی روز سه‌شنبه 30 فروردین 1401 مقابل ورودی دبیرستان لیس عبدالرحمن شهید و یک انفجار در برابر مرکز آموزشی ممتاز در غرب کابل ده‌ها دانش آموز به شهادت رسیده و زخمی شدند. آمار متفاوتی از تلفات این عملیات ددمنشانه در رسانه‌های محلی منتشر شده است.